اسلام اندیشه سیاسی داره و ما مبتنی بر اندیشه سیاسی اسلام حرکت میکنیم. اگر این باور در مسئولین وجود داشت، جناب آقای پور مسعودی در مبانی برنامه چهارم یک دولتی نوشته نمیشد که دنیا به مثابه یک ارکستر سمفونیک است که آمریکا رهبر این ارکستر است، ما باید در این ارکستر بنوازیم. این سندی است که یک دولت در جمهوری اسلامی تولید کرده، میگه ما در اون ارکستر سمفونی هستیم که آمریکا طراحی کرده، باید یک ملودی رو بپذیریم و یک سازی رو و در اون بنوازیم. تهش همی بازیگر منطقه‌ای باشیم و تهش میتونیم به بازیگر منطقه‌ای باشیم. خب اگر کسی حاکمانی تو این جمهوری اسلامی این اعتقاد رو داشته باشن، درون قوه مجریه ما رو به سمت تمدن سازی اسلامی میبرن. چه دهه‌ای اتفاق افتاد این سند؟ 1383 این سند تولید شده و چاپ شده توسط سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، چاپ شده، منتشر شده. جمله دیگه ای داره عجیبه واقعا، میگه که هر موقع تصمیم گرفتیم در این کشور برنامه توسعه اجرا بکنیم، یه عده رویا پرداز رمانتیک و بنیادگرا بلا فاصله به یاد آرمانهای خیالی دراز مدت افتادن و مانع از پیشرفت کشور شدن. این آرمان بلند ما چیه آقا؟ ظهور طبیعت. در آبان 1368، یک سال بعد از جنگ، یک مقام مسئولی در خطبه های نماز جمعه شرکت میکنه، میگه مسئولین و مردم بدانند دوران درویش مسلکی تمام شده. برای قرآن و برای حفظ اسلام و برای حفظ انقلاب اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی مکلفند که مانور تجمل بدن. یعنی ما داشتیم در مسیر تمدن سازی حرکت میکردیم، در مسیر تحقق دولت اسلامی. جانفشانی یه عده بودن که میرفتن مجلس میگفتن ما رومون نمیشه حقوق بگیریم. کارگزار نظام در دولت بودن میگفتن ما رومون نمیشه. تو سپاه بودن میگفتن رومون نمیشه. پول میذاشتن لبه تاخچه، هر کی به قدر نیازش برمیداشت. الگوی تمدن ساز چی میخواد باشه زیباتر از این؟ اما این الگوی تمدن ساز ناگهان در پیچ و خم توسعه تبدیل میشه به مانور تجمل و بعد میگه اگر در این مانور تجمل، در این توسعه اقتصادی با این سبک اگر یه دله شدن اشکال نداره، چاره ای نیست، بخشی از مردم زیر این چرخهای توسعه له خواهند شد. این رو یک مقام مسئول میگه، تو تریبون نماز جمعه میگه. ما از اونجا شکافمون با دولت اسلامی مضاعف شد.